سلام به شما دوستای خوبم، خوشحالم از اینکه با یک ویدیو جدید از کانال رسمینا تیوی در خدمت شما هستم. رسوایی سلبریتی ها معمولا از افشاگری رازهای سلبریتی ها و موضوعات داغ و جنجالی جهان نشأت میگیره. زندگی سلبریتی ها همیشه با حاشیه های زیادی همراهه. کوچکترین اشتباه اونها باعث بازتاب جهانی میشه. رسوایی ستاره ها از زمان های قدیم وجود داشته، اما جدیداً هم در ایران خیلی زیاد شده. اگر بدونید سلبریتی کیست، این رو به خوبی متوجه شدین که رسوایی سلبریتی های ایرانی نیز جدیداً در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده. البته برخی افراد موجود در این لیست قربانی شدند. بسیاری از افراد به دلیل خصومت های شخصی دست به خراب کردن سابقه سلبریتی ها می زنند. با منتشر کردن عکس ها، فیلم ها و چت های آنها زندگی هنری اونها رو با مشکل روبرو می کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا چند نفر از اینا رو با هم بررسی کنیم. اما قبل از اون یادتون باشه که حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و تیک زنگوله رو هم فعال کنید. سوشا مکانی جزء سلبریتی هایی بود که دچار رسوایی شد. اون دروازه‌بان تیم پرسپولیس بود. عکس‌های شخصی از سوشا مکانی منتشر شد و به دنبال اون بازداشت شد. در این عکس‌ها سوشا مکانی همراه دختری به نام ساناز بود. شکایت این پرونده از طرف خانواده ساناز انجام شد. اونها مدعی بودند که سوشا باعث پخش شدن عکس‌ها شده. بعد از چندی بیگناهی اون ثابت شد و آزاد شد. ناصر محمد خانی بازیکن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس بود. رسوایی اون در زمان خودش جنجال زیادی به پا کرد. شهلا جاهد همسر صیغه ناصر بود. روزی اون به قصد صحبت کردن با همسر ناصر به خونه اون میره. پس از خروج اون جنازه همسر اول ناصر محمد خانی لاله سحرخیزان در خانه پیدا میشه. روی جنازه جای 27 ضرب چاقو مشاهده شد. شهلا جاهد قتل را گردن گرفت و سپس اعدام شد. این پرونده برای بسیاری از افراد هنوزم مشکوکه. بسیاری شهلا را قاتل نمیدونن و اون رو هم قربانی حساب میکنن. زهرا امیر ابراهیمی بازیگر نقش نرگس در سریال کمکم کن بود. سال 1385 فیلم مستهجنی از اون منتشر شد. این فیلم کل زندگی اون رو تحت تاثیر قرار داد و دیگه نتونست در هیچ فیلمی هنرنمایی بکنه. اون اعلام کرد که فرد در فیلم اون نبوده و نامزدش برای انتقام اون همچین کاری رو کرده. این ماجرا به قدری پیچیده شد که زهرا دیگه نتونست تو ایران بمونه. در مصاحبه اخیر اون با سینا ولی‌الله اعتراف کرد که فرد در فیلم خود اون بوده. اون گفتش که فرد پخش کننده فیلم نامزد اون نبوده. منتشر کننده فیلم رو میشناخته و با اون خصومت شخصی داشته. فرزاد حسنی مجری صدا و سیما و همسر سابق آزاد نامداری بود. اونا در سال 92 ازدواج کردن. این دو پس از یک سال با حواشی زیاد از هم جدا شدن. آزاد نامداری تصویری از صورت خودش منتشر کرد که کبودی های صورتش کاملا مشخص بود. اون با انتشار این تصویر خبر از ضرب و شتم فرزاد حسنی رو داد. پس از انتشار این عکس هر دوی آنها با مصاحبه‌های فراوانی که داشتن یکدیگر رو مقصر معرفی می‌کردن. این موضوع هم از جنجالی ترین رسوایی سلبریتی ها بود. مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی بود. سال 85 خبرهای جنجالی از مهدی مهدوی کیا منتشر شد. این خبر مربوط به زمانی است که مهدوی کیا در آلمان فوتبال بازی می‌کرد. سمیرا سمیعی مدیر برنامه‌های اون اعلام کرده بود که با مهدوی کیا ازدواج کرده. این در صورتی بود که مهدوی کیا متأهل بود. مهدوی کیا این موضوع رو تکذیب کرد. رسوایی این سلبریتی باعث شکست اون نشد و اون همچنان طرفداران زیادی داره. فرزان اطهری بازیگر، مدل و مجری ایرانی بود. زمانی که در حال درخشش بود اتفاقی افتاد که زندگی اون را تحت تاثیر قرار داد. پلیس‌ها در خونه اون در دبی 21 گرم کوکائین پیدا کردند. دادگاه اون رو متهم کرد و به حبس ابد محکوم شد. اون اتهام وارده رو تکذیب کرد. در دادگاه تجدید نظر حکم اون به 10 سال کاهش پیدا کرد. در نهایت پس از 31 ماه عفو خورد و از زندان آزاد شد. در مصاحبه‌ای که با سینا ولی‌الله داشت گفت در مهمانی که برگزار کرده بود کسی برای اون پاپوش درست کرده. این جوان خوش چهره میتونست خیلی موفق باشه، اما رسوایی ایجاد شده برای اون این موفقیت رو عقب انداخت. شما همچنان بیننده کانال رسمینا تیوی هستید. مجاهد خزیراوی بازیکن سابق استقلال بود. اتفاقی که برای اون افتاد کل زندگی ورزشی اون رو تحت تاثیر قرار داد. خیلی از افراد معتقدند که اگر این اتفاق برای اون نمی‌افتاد به یک ستاره در فوتبال تبدیل می‌شد. زمانی که 16 ساله بود در یک مهمانی حضور داشت و فیلم اون در این مهمانی منتشر شد. انتشار این فیلم بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث محرومیت اون شد. اون رو 5 سال از حضور در لیگ محروم کردن. رسوایی این سلبریتی باعث تمام شدن زندگی فوتبالی اون شد.
ترلان پروانه جز بازیگران پرحاشیه سینمای ایرانه. اولین حاشیه اون خبر نامزدیش با ارسلان قاسمی بود. این مسئله به قدری پیش رفت که ارسلان قاسمی اعلام کرد که علاقه‌ای به ترلان پروانه نداره. حاشیه دومش رابطش با سعید عزت‌اللهی بود. این حاشیه زمانی شروع شد که سعید عزت‌اللهی و ترلان پروانه کامنت عاشقانه برای هم گذاشتن. چندی نگذشته بود که سعید در این رابطه واکنش نشون داد. اون گفت که ترلان ایدئال اون نبوده. این موضوع عصبانیت شدید مادر ترلان رو به دنبال داشت. زمان زیادی از این حواشی نگذشته بود که خبر رابطه ترلان پروانه و فرشاد احمدزاده بازیکن پرسپولیس جنجالی شد. فیلمی از آنها دست به دست شد و نشان داد که این حواشی کاملا درسته. این حواشی زمانی به اوج خودش رسید که عکسی از قهرمانی پرسپولیس منتشر شد. در این عکس فرشاد احمدزاده گوشی خود را در دست داشت و صفحه گوشی مشخص بود عکس صفحه زمینه اون عکس ترلان پروانه است. این اتفاقات باعث شد که ترلان پروانه موضوع اکثر طنزها و حواشی ها بشه. مرحوم آزاده نامداری مجری سابق صدا و سیما جز پرحاشیه ترین افراد بود. حواشی اون فقط به زندگی با فرزاد حسنی محدود نمی شد. اون به همراه همسر دوم خود به سوئیس سفر کرد. عکسایی که از خود منتشر می کرد با حجاب و پوشش کامل بودن. ناگهان فیلمی از اون در فضای مجازی منتشر شد که با عکسای اون همخوانی نداشت. در این فیلم اون بدون حجاب در پارکی با همسر و فرزندش نشسته بود. در پاسخ به این حاشیه اعلام کرد که باد روسری اون رو از سرش انداخته. مصاحبه اون باعث کم شدن حواشی اون نشد، چرا که هیچ کس حرفش رو باور نکرد. آزاده نامداری با این حرفش بیشتر به حواشی دامن زد و مورد تمسخر و طنز قرار گرفت. ریحانه پارسا با وجود سن کمی که داره حواشیای زیادی هم داشته. ریحانه پارسا متولد سال 1377 و با بازی در سریال پدر معروف شد. اولین حاشیه اون ازدواجش با مهدی کوشکی بود. اختلاف سنی آنها 17 سال بود. چندی بعد خبر جدایی این دو جنجالی شد. ریحانه ادعا کرد که با مهدی کوشکی ازدواج نکرده. بعد از این اتفاقات ناگهان ریحانه از ترکیه سر در آورد. اون کشف حجاب کرد و شروع به انجام کارهای عجیب و غریب. با افرادی مثل پویان مختاری ارتباط برقرار کرد و از این طریق میخواست به شهرت برسه. در رسوایی سلبریتی اشخاص دیگری دخیل نبودند و اون قربانی نشد. اون خود به دنبال حواشی رفت و چهره هنری خودش رو خراب کرد. خیلی ها اون رو به عنوان یک سلبریتی وطن فروش یاد میکنن. اگر شما هم سلبریتی دیگه رو میشناسید که باعث رسوایی جنجالی شده حتما برای ما بنویسید. قبل از اون یادتون باشه که کانال ما رو سابسکرایب کنید و تیک زنگوله رو هم فعال کنید. برای حمایت از ما کافیه که پست‌های ما رو لایک و کامنت کنید و ویدیوهای ما رو تنها از کانال یوتیوب رسپینا تیوی تماشا کنید. با تشکر از تمامی شما دوستان خوبم به زودی با یک ویدیوی جدید در خدمت شما هستم.